شرکت پژوهشی صنعتی طه قالب طوس مجموعه است بنا شده بر خودباوری، خلاقیت، پژوهش و تلاش که در سال 1379 با گردآوری نیروهای متخصص و متبحر در عرصه صنایع کشور فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به نیاز صنایع کشور در زمینه مبدل‌های حرارتی، جهت افزایش راندمان و تولید، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و همچنین سوددهی بیشتر واحدهای صنعتی، متخصصان و پژوهشگران شرکت بران شدند تا همت خود را دوچندان کرده و پا در عرصه رقابت و تولید مبدل‌های حرارتی صرفه‌ای واشردار بگذارند. این شتاب علمی و صنعتی باعث شد تا پژوهشگران این شرکت نام کشورمان را به عنوان تنها تولید کننده این محصول صنعتی مهم در خاورمیانه مطرح کرده و در رقابت با بهترین های این صنعت در دنیا قرار گیرند. امروز طه قالب با در خدمت گرفتن بیش از 100 پرسنل سخت‌کوش و ماشین‌آلات پیشرفته در مجموعه‌های مختلف خود با زیربنای بیش از 8000 متر مربع به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو و کارآفرین در این عرصه معرفی می‌شود. اندیشه نو که بر پایه خودباوری بنا شده، منجر به راه اندازی واحدهای مختلف صنعتی برای تولید تخصصی این محصول مهم صنعتی شده است. واحد قالب سازی، واحد تولید واشرها، واحد کنترل کیفیت، واحد مهندسی، واحد بازرگانی و فروش، واحد تولید و ساخت مبدل و واحد تحقیق و توسعه که هر کدام از این واحدها با دربرگیری آخرین امکانات و برترین مهندسان سعی در تولید محصولی متفاوت و جدید در این عرصه را دارند. مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای با استفاده از تعداد زیادی صفحات فلزی نازک موجب تبادل حرارت با راندمان بالا بین سیال گرم و سرد می شود. اساس عملکرد این نوع مبدل‌ها بر پایه حرکت مخالف دو سیال سرد و گرم می باشد. سیالات وارد شده در مبدل به صورت یکی در میان در کانال‌های بین صفحات فلزی جریان می‌یابند و با یکدیگر تبادل حرارت می‌کنند. مبدل‌های حرارتی واشردار در صنایع مختلف و برای تبدیل حرارت‌های متفاوت استفاده می‌شوند. برخی از مهمترین این صنایع عبارتند از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع ساختمانی و کاربردهای هچ‌وک، معادن و صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و داروسازی و صنایع مواد غذایی. از خصوصیات ویژه این مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای می‌توان به این موارد اشاره کرد: انتقال حرارت بهتر نسبت به سایر انواع مبدل‌ها، توانایی تغییر اندازه سطح انتقال حرارت، بازدهی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مبدل کوچکتر و فضای نسل کمتر نسبت به سایر انواع مبدل‌ها، تعمیر، رسوب‌زدایی و نگهداری آسان، حجم کم مایع ذخیره شده در مبدل، عدم نیاز به عایق پیچی. مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای تولید شده در شرکت طه قالب طوس از قابلیت تعمیر و نگهداری بسیار آسانی برخوردار می‌باشند و می‌توان به راحتی مبدل‌ها را باز کرده و صفحات داخلی آن را تمیز نمود. عدم وجود فضای مرده و تلاطم شدید سیال منجر به تشکیل حداقل رسوب در این مبدل‌ها می‌باشد. طراحی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای با طراحی قالب‌های صفحات و واشرهای این مبدل‌ها توسط متخصصین امر با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی سه‌بعدی کتیا و سالید ورکس آغاز می‌شود. سپس این مدل‌های سه‌بعدی توسط نرم‌افزارهای مربوطه نظیر مسترکم به کدهای کامپیوتری تبدیل و توسط ماشین‌های CNC تولید قالب مربوطه انجام می‌گیرد. پس از طراحی، ساخت و تست قالب‌ها، فرایند تولید مبدل حرارتی آغاز می‌گردد. تولیدات شرکت طه قالب در صنایع مختلف متفاوت بوده و غالباً بر اساس نیازها و خط تولید صنایع طراحی می‌گردد. این در حالی است که طراحی و ساخت تمامی آنها دارای مراحلی مشترک می‌باشند. مراحل اصلی تولید صفحات عبارتند از تولید صفحه حرارتی، تولید واشر، تولید فریم، تولید قطعات جانبی، مونتاژ و بسته‌بندی. به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کلیه مواد اولیه اصلی مبدل‌ها از تولید کنندگان معتبر جهانی تهیه می‌گردند.
مهمترین بخش یک مبدل حرارتی صفحه‌ای صفحات حرارتی موجدابی باشد، چرا که انتقال حرارت مؤثر در کانال‌های بین این صفحات صورت می‌گیرد و بیشترین هزینه طراحی و تولید صرف تولید قالب به وسیله ماشین‌آلات پیشرفته CNC و فرم‌دهی این صفحات با استفاده از پرس‌های فوق سنگین هیدرولیکی انجام می‌شود. جنس صفحات مورد استفاده در مبدل‌ها از فولادهای ضد زنگ SS304، SS316، تیتانیوم و نیکل و آلیاژهای نیکل می باشند. پس از کنترل اولیه این صفحات و برش با دستگاه‌های CNC مختلف، برای مهمترین بخش تولید یا همان مرحله پرس و فرم‌دهی آماده می شوند. با توجه به اهمیت صفحات در مبدل‌ها، صفحات تولیدی باید از چنان کیفیت بالایی برخوردار باشند که نه تنها خواص عملکردی مورد انتظار را برآورده کنند، بلکه مشکلی نیز برای مونتاژ ایجاد نکنند. پرس‌های 1000 تا 5000 تنی تاها قالب که در نوع خود در خاورمیانه کم نظیر می باشند، باعث می شود تا محصول بیرون آمده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد. یکی از مزیت‌های استفاده از مبدل‌های صفحه‌ای این است که در صورت خرابی واشر آب‌بندی، سیال به خارج صفحات نشت کرده و باعث تشخیص سریع عیب و محل آن می‌شود و هیچ گونه اختلاطی بین دو سیال رخ نمی‌دهد. برای تولید این واشرها که از استانداردهای ایزو و سی‌ای بین‌المللی برخوردار هستند، ابتدا فرمول پلیمری خاص تاها قالب برای واشرهای مبدل با توجه به سیال‌های مورد نظر و دما و فشار مورد نیاز آن در صنعت تعیین می‌گردد. سپس این مواد اولیه در دستگاه‌های مختلف تولید پلیمر تهیه شده و در نهایت به کمک پرس‌های گرم تولید تبدیل به واشرهای مختلف می‌شوند. واشرها در تمامی مراحل مختلف تولید و همچنین محصول نهایی تولید شده بر اساس استانداردهای مهم بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این بررسی توسط مهندسین مجموعه و به کمک دستگاه‌های بروز آزمایشی صورت می‌پذیرد. با توجه به قابلیت باز و بسته شدن مبدل‌ها، تولید چهارچوب و فریمی که استحکام لازم را دارا باشد و در این حال قابلیت باز و بسته کردن را نیز داشته باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. این فریم‌ها که برای مبدل‌های در اندازه‌های کوچک تا بسیار بزرگ طراحی می‌شوند، از استانداردهای مهم بین‌المللی چون ASME پیروی می‌کنند. این چهارچوب‌ها پس از طراحی با جدیدترین نرم‌افزارها بررسی و آزمایش شده و سپس برای واحدهای تولید ارسال می‌گردند. در واحد تولید فریم پس از برش با دستگاه CNC و اتصال قسمت‌های مختلف برای واحد رنگ‌آمیزی ارسال شده تا با زنگ‌زدایی و انجام عملیات‌های تکمیلی این فریم‌ها را برای شرایط مختلف آب و هوایی آماده سازند. پس از تولید قطعات جانبی و مورد نیاز، مبدل‌ها و تمامی این قطعات برای واحد مونتاژ ارسال شده و با دقت فراوان مونتاژ می‌گردند. مهندسان و متخصصان مرتبط نیز پس از بررسی و آزمایش هیدرواستاتیکی مبدل‌ها طبق استاندارد API 662 آنها را برای بسته‌بندی، بارگیری و ارسال به مقصد آماده می‌سازند. امروز تاها قالب با در اختیار داشتن نیروهای جوان و دانش آموخته زبده و توانا در عرصه‌های مختلف تولید مبدل‌های حرارتی، خود را برای ورودی تأثیرگذار در بازارهای جهانی و بلند کردن پرچم میهن عزیزمان در عرصه بین‌المللی آماده می‌کند. شرکت تاها قالب توس، اولین و تنها شرکت دانش بنیان در زمینه مبدل‌های حرارتی در ایران. افتخار ما قدم گذاردن در راه خودکفایی ایران است. شرکت نارونی، تصویرسازی بین المللی.